اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. یک لحظه می تواند قلبی که سالهاست همراه و همسفر با توست سر بر حریم مرگ گذارد. قلبی که رودخانه امید و عشق بود یک لحظه می تواند همرنگ سنگ باشد، تنها تر از شبانه تبعیدی در ظلمت همیشگی قهر بیدلیل بر بال جاده می گذرم. شاید که چشم لحظه پایان را این گونه دیده باشد، وقتی که سیم دست پرستار سرمای قربتت را تعبیر می کند. بر صفحه مقابل تو خط شکسته بسته قلبت یک قرن زندگی را ترسیم کرده. با پیچ و تاب این همه فریاد خط جدا شدن در نقطه رهایی میماند و خنده پرستار پیشانی تو را میبوسد. این قلب میتواند آری یک چند همراه و همسفر باشد، با نقشای کهنه و بیرنگ، با سایه های خاطر انگیز، وقتی که در برابر آن چشم های بازیگر تسلیم موج میشد. یک چند میتواند این قلب سودای زندگی را باری تا لرزش دوباره در یاد داشته باشد. میرانم تنها میان مه، آن جمع آشنایان، آنها که سر به دامنشان داشتم، آنها که جام گریه آخر را با نام عشق نوشیدند، در سایهات خط سفر محو میشوند. اینک من از تصور خاموشی رو سوی زندگی میرانم و قلب من دوباره صدا میزنم. علیرضا نوری‌زاده، جمعه 29 سپتامبر، 7 مهر ماه به شما سلام. 16 سال پیش با یک جوان پر از امید، یک خبرنگار جوان که آرزوها داشت، از جهنم خامنه‌ای گریخته بود و حالا در دنیایی که براش هم آشنا نبود به دنبال نقش خود میگشت. با این جوان صحبت کردم. آه 16 سال گذشت. بعد این جوان گرفتار حادثات شد. در غربت مبارزه میکرد و اوباش سید علی به جانش افتاده. آنچنان او را کوفتند که از کار افتاد، سکته کرد. در اوج جوانی زبانش کند شد، اما دلش همونطور که تو شعر گفتم پر از عشق ادامه یافت، پر از عشق به سرزمینی که در آن به دنیا آمده بود و جای جایش در قلب او نشان داشت. سعید مثل خیلی از جوانهای دیگر با آرزوهای بسیار، تلاش بسیار، وطن رو باید رها کرد، ولی برای این رهایی هزینه پرداخت، هزینه های زیاد. به سعید صدر سلام میکنم. درود و عرض ادب خدمت شما آقای
دکتر نوریزاده عزیز و همکارانمون در ایران فردا. سعید عزیزم، آن روزی که با تو حرف می زدم خیلی جوانتر بودی، ولی قوی و با صدای استوار. چه بر سرت اومد؟ چی کارت کردم؟ اولا اجازه بدید یه تاثیر کوچولو بکنم. من در ژاپن بزرگ شدم، در اونجا هم با شما تماس گرفتم به خاطر روبوده شدن یک ژاپنی در بم، اگه یادتون باشه، و صحبت ها و همکاری ما با شما از اون موقع شروع شد. این چطور ژاپن به دنیا اومدی؟ بزرگ شدم آقای دکتر، از هفت سالگی بزرگ شدم. با پدر دوجا بودی؟ با خانواده؟ با خانواده. شوربختانه این حکومت ممنوع خروج کرد به خاطر مسیحی بودم، به خاطر اینکه با این حکومت مشکل داشت. میگم تو کانادا چی کارت کردم؟ چی شد؟ بله، این شرایط کنونی که اتفاق افتاد از یک سال گذشته، خیلی خلاصه و کوتاه بگم که ما تظاهرات کردیم در جلوی مقر لانه جاسوسی آقایان و تهدیدات شروع شد. همون طور که در 2009 جنبش ابطال شده سبز به من حمله کردند، منو با چاقو زدند، عوامل صادراتی، در پارسال هم همین اتفاق افتاد و تهدیدات مکرر باعث سکته من شد. نه خب، درگیری خیابونی بود؟ چی بود؟ بله، در مرکز سیستم مافیایی که مال سپاه هست در ونکوور، ما رفتیم اونجا تظاهرات کردیم. بعدش شروع کردن به تهدید به مرگ، یعنی علنا در تظاهرات ها می اومدن پشت سر من، به عنوان خبرنگار بودم اونجا، چاقو نشون دادن، اسلحه نشون دادن، تهدید میکردن. قانون در فساد کانادا، فساد زیاده در کانادا، بلخص در ادارات امنیتیش. اینا وقتی پول داشته باشن آقای دکتر نوریزاده، دست به هر کاری میزنن که به نفع خودشون باشه، نه به نفع مبارزینی که نمیخوایم. آقا ما این رژیم رو نمیخوایم، باید بره. شوربختانه از سپتامبر گذشته تا به امروزش به اسم مهسا امینی که بعد از صدها هزار میلیارد میلیون هشتگ کرد، اما چه فایده؟ یا با رقص کردی، یا با رقص لوری، یا با انحراف دادن تظاهرات ها، افرادی که کارنامه‌شون سیاه بود اومدن تظاهرات رو راه انداختن. خب مردم خسته شدن، مردم اون تفکری که برای آزادی دارن از بین میره. ما مبارزه کردیم، افشا کردیم، چوبشو خوردیم. سعید جان، این وسعت حضور جمهوری اسلامی در کانادا رو یه خود برامون بگو. خب ما میدونیم یه عده دزداشون اومدن میلیاردها رو آوردن، آقای خاوری و امثال اون، ولی اون مزدورای دیگه چه جوری میان کانادا و چه جوری دولت کانادا جلوشون رو نمیگیره؟ آقای دکتر ریزاله، خود دولت کانادا از یک قسمتی دستش با اینها یک کاسه است. از زمان به کار آمدن جاستین ترودو که میدونید دیگه، یک نمونه با عینن بهتون بگم. زمانی که ایشون در ساسکاچوان برنامه داشتن،
ما جزو خبرنگاران دعوت بودیم. رفتم اونجا و با عینن دارم میگم حاضرم به هر چی بگید قسم بخورم. پول بود که آقایان صادراتی بسته بسته می آوردن تحویل لیبرال ها می دادن، تحویل ادی پی ها می دادن. اینو من دیدم. حتی سیکایی که الان باشون به مشکل برخورده این مزدورا کجا هستن؟ هستن در دانشگاه های سایمون فریزر هستن، در دانشگاه های یو بی سی هستن، در دانشگاه های اس اف 2 هستن، در دفاتر ان دی پی لیبرال کار میکنن. من یه سوالی دارم، شما در لندن آیا کلاس فارسی دادید؟ بله خب اینجا هست، از قدیم بوده دیگه، ما داریم. از قدیم بوده. توی کانادا دو تا زبان بیشتر ندادیم، انگلیسی و فرانسه. آقایان از صادراتی آمدن کلاس فارسی رو انداختن به عنوان شیلد زیر چتر. بعد حضرات اسلامی خامنه ای اومدن در ریشه از ریشه اهل صفوی هم مشکل داشتن، فاشیسم هستن با اینا مشکل داشتیم، آمدن این از اسم این کلاس سوء استفاده کردن، در کامیونیتی سنتر ها نفوذ کردن، در کلیسه ها نفوذ کردن، اجاره میگیرن، تعزیه و قرآن و مخشویی باز میکنن. این NDP هم که قشنگ پشت این هاست و حمایت میکنه، لیبرال هم حمایت میکنه و پلیس هم حمایت میکنه. ما رفتیم تظاهرات جلوی یک کامیونیتی سنتری که آقایان کرایه کرده بودن، پلیس ایرانی رو خریده بودن. بند آقای دکتر ببینید دست من رو، یک سال هست این دست ضربه دیده. پلیس دست من، پلیس ایرانی دست من رو شکوند، من رو کتک زد به عنوان RCMP، به عنوان اینکه من تظاهرات کردم علیه اینها. و خیلی خوب هم وزارت اطلاعات و سپاه سیستم و اپوزیسیون رو برد به منحرف کردن. یه اشتباهی در کانادا هست، متاسفانه ایران هم میرن تظاهرات میکنن، کارنامه افرادی که فراخوان میدونن نمیدونن، کارنامه سیاه اندر سیاه. بابا ببینید تظاهر کنات که میرید کارنامه طرف رو بشناسید. کمونیست ها هستن، سامانه دروغین پادشاهی هستن که خودشون امضا کننده های حضور مصادر شیعه در ونکوور بود. بدبختانه این هم نمیخوایم باور کنیم. ما اگر شاهزاده دستور میده آقا مسئولیت مدنی داشته باشید، مسئولیت شهروندی داشته باشید، تفکر کنید وقتی که جایی میرید، کارنامه شخص رو بشناسید، همینجوری بلند شید نرید برید تظاهرات، چون خستت میکنن، ناامیدتون میکنن، اذیتتون میکنن، تهدیدتون هم میکنن و بگن بری خونه هاتون. لیدر هاشون فقط به جیب خودشون نگاه میکنن. متاسفانه ما هنوز هوشیار نشدیم آقای دکتر. در کانادا جمهوری اسلامی سفارت نداره به خاطر اینکه نداره، به خاطر اینکه روابط قطعه، ولی عملا به نظر میسه بیش از یک سفارت اونجا دارن کار میکنن و فعال دارن. بله بعد از به قتل رسیدن بانوی عزیز دوست داشتنیمون خانم زهرا کاظمی که منو معرفی کرد به خبرنگارهای کانادا،
گفت من ایران میرم ایران برمیگردم اون اتفاق افتاد. بس فشاری که ما باز زمان کانسرواتیو حزب محافظه کار آوردیم در کنسولگری لانج جاسوسی بسته شد. همین آقایان جنبش ابطال شده سبز شروع کردن تظاهرات کردن جلوی سی تی وی نامه سرگاه شده به حزب محافظه کار آقا چه کاریه چرا بستی حالا یه خبر نگار خود کرده. نه آقا هم چیزی نیست رابطه کلن به هم خورد. چرا فکر میکنن به همین آسونیه؟ ببینید فرمانده سابق بی سی رو آقایان دعوت کرده بودن به یک نهار. بعد ما افشا کردیم که آقا این چه برنامه خصوصیه که شما فرمانده سابق بی سی رئیس سابق NDP رو دعوت کرده تو برنامه خصوصی. بعد دیدن نه ما داریم فشار میاریم. آقایان توده یا آقایان صادراتی گفتن که نه این تبادل نظر بوده بین ما و فرمانده بی سی. خب چرا پولشویی میکنی؟ به اسم کلاس فارسی تقلب میکنن، دروغ میگن، همون جوری که زمان 2009 جنبش ابطال شده سبز به نام موسوی کروبی اومدن هیومن چین درست کردن، این همون کارم در به نام مهسا امینی کردن. حضرات اومدن با بیسیم های مختلف آقا فلانی پرچمش شیر خوشی رو بوده جلوشو بگیر، آقا فلانی نظر فیلم بگیره، آقا یعنی چی؟ ما اصلا نمیدونیم اینهایی که این کار رو میکنن کارنامه سیاسیشون چیه؟ یه راه کار ده. شما سوالتون رو بکنید من راه کار رو بهتون بگم. دوست من این گلایه ها خب همه نشانه دلازردگی و خستگی در برابر اون قولی که رویاروی شما هست. ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی حتی اگه کانادا میخواست با جمهوری اسلامی معانقه کنه و معاشقه کنه پنهانی سدی جلوی راهش بود. آیا هنوز هم هست؟ آیا هنوز هم بازماندگان اونقدر مصمم هستن که نگذارن این جنایت فراموش بشه؟ ببینید غیر از اون آقای دکتری که کارنامش معلوم نیست بقیه مبارزی که پیز 750 به پا خیست بلند شدن و تظاهرات کردن و دارن در حق خودشون رو میخوام بگیرن. هواپیمای اوکراین من سند دارم باز 3 موشک زدنشن. من دختر داییم تو هواپیما بودم آقای دکتر باز 3 موشک. اینها بی انصافی کردن. حالا این آقا رفته برنامه گذاشته آقا برنامه گزاراش رو ببینید پشتش کیا. دیروز یه خبری به من رسید که مصادره کنسولگری ایران در اتاوا داره پیش میره. 3-4 ماه دیگه هم خبر قطعیش میاد به نفع خانواده‌ای در دیده پرواز. اما این آقایی که سابقه 30-40 سال گذشتهش سیاه هست ولی اومده یه دختری از شمال اومده این آقا اومده یه نفر دیگه اومده نشستن. بعد رئیس اطلاعات اسرائیل هم که پرونده رو گذاشت بلش شازده بود آقا تموم این قضیه. اما تو رو خدا اگر هر کسی رسانه دوست داشتنی ایران فردا رو میبینه
نصیحت من شاید من فردا منو بکشم، هیچ تعارفی نداری، شاید منم بشم روح الله زن دوم، روحش شاید، اما یه چیزی هست، شاید منو فردا بکشم، اما خواهشی که از ایرانی ها در سر تا سر دنیا دارم، تو رو خدا تو هر تظاهرات که میری اول طرف رو بشناس، کارنامه سیاسیش رو بدونید، اگر ندونید و حضور پیدا کنید انگار دارید به سخنان خامنه دجال گوش میکنید، انگار دارید به جمهوری اسلامی کمک میکنید. ماشاءالله سردست‌هاش هم تو ونکوور و تورنتو اتاوا فقط جیبشون رو پر کردن، پشت بارم دل تظاهرات رو خالی کرد. در کانادا به هر حال یک دولت فدراله، میخوام بدونم کدوم سیاسی ترن، تورنتو یا ونکوور، کدوم دو طرف سیاسی تر و صادق ترن، یعنی میبینی در عمل باشون کار میکنی؟ صادق تراشون حزب محافظه کاره. آها، نه منظور کانادایی ها میگی، نه منظورم ایرانی هایی که در این دو ایالت هستن. در تورنتو هم همین بساط همین بساط هست، در اتاوا هم همین بساط بوده. متاسفانه بزرگترین معضلی که ما داریم گریبان که نمیدونیم طرف چیه، ولی میریم جبش هم پر پول میکنیم، بعد خسته میشیم، مسیرمون رو خسته میکنن، میگیم آقا خب دیگه تموم شد، میگیم این تظاهرات نیست، این مبارزه نیست. بعد که من نوعی میرم درگیری میشه، این درگیری ایجاد میکنن، درگیری ایجاد میکنن حضرات، همین صادرات بیاد در بازان ونکوور، بعد یه فیلم کذایی درست میکنن، ادیت میکنن، بعد ترورش تفسیر میکنن، بعد میگن من نبودم، دستم بود. سعید جان، تو با خانوادت هستی در کانادا؟ بله، با پدر مادرم. خدا حفظشون کنه، زنده نگرشون داره. و من سر این قضیه زندگی ما خانه که اجاره کرده بودم جدا زندگی میکردم رو از دست دادم، اعتبارم از دادم. سلامتی تو از همه مهمتر، سلامتی تو کمکهایی که قرار بود کمک بشه اونها رو هم شارژ کردن که پولشون رو ببینید به کجا رسید. ما اول برنامه خیلی رو اجازه بدید من یک تسلیت به خانواده سرکار خانم فخری نیکزاد، موسیقی و شاعر رادیو گلها از پیش ما پر کشید، و آقای دکتر نعمت احمدی که معرفه باشید. من هم یک کوچولو تقدیم البته علیه آقایان گفتم که عکسش که روی مجله چاپ شد آقایان معروف و چهره پشت نقاب شد، از بین یک گروه هنرپیشه جوان از بی‌لباسی و حالت مو انتخاب شد. بعد از دو تا مصاحبه در نشریه خارجی یک بار عضو مفاخر بی‌سی حساب شد، از بس که در حضور پدر پا دراز کرد، گستاخ و بی نزاکت و حاضر جواب شد، کوتاه فکر بود، دعا کرد، پول خواست، بختش بلند بود، دعایش
مستجاب بود. میخواست مثل قله آتش فشان شود، در شعله‌های سرکش شهرت مذاب شد. آقایان، خانم ها، اگر میخواید کمکی بکنید برای آینده ایران، یک راهکاری 100% قبول میاره، اتفاقای خوب در میشه. اگر افرادی که میری در هزارات رو بشناسی، کارنامه هاشون رو بدونی، ما میتونیم اتحاد داشته باشیم، مسئولیت مدنی داشته باشیم، از نظریه پردازی و ارائه تز و ناچارهای بی خودی وقتی توش سابقه نداریم خودداری کنیم، وقتی سابقه طرف رو نمیدونیم حمایت نکنیم. دوستی به من میگفتش که چرا خب این کارهایی که گردن در جامعه جهانی اطلاع رسانی شده، شما نباید این حرف رو بزنید. عزیزم من، یک نظریه است که معتبر نیست. جامعه جهانی اندازه کافی میدونه ایران چه خبره. وقتی یکی از مصاحبه کنند در امریکا جلوی رئیسی روسری سرش میکنند به اجبار، بعد میگه آیا تو کشور شما روسری اجبار هست؟ باید باید به خانم اسکار داد. باقی فرش قرمز رو پهن نکنید برای آقای. قلب مبارزی سیاسی واقعی رو به درد نیارید. خودش یه شما... درنگ کوتاهی باید بکنیم برگردیم. نه درست، روزهای بعد از انقلاب بود، علی رضا جان میبودی، من، بهنود از یه طرف و چند نفرم همکارانی که داشتیم، زنده یاد پرویز اصفهانی، هوشنگ قانعی عزیزم که رفت و نماند، همه ای ما روزنامه همونو که بستن، مجلاتمونو که بستن، شروع کردیم مجله گویا بیرون دادن. نوار درست عین امید ایران رو جلد درست میکردن با نوار. با میبودی نوار مشترک دادیم بیرون. نوار تختی رو دادم بیرون. حکایتی بود. تو این وسط بانوی ظهور کرد با صدایی که یگانه بود. یه صدای خاص بود. و خیلی تلخه. این بارون درست در زمانی ظهور کرد که صدای زنان قیچی می شد، صدای زنان می سوخت، هیچ کس جواز خواندن نداشت که حکومت جاهلان و جائران ضد عشق بود، ضد موسیقی و آزادی. افسر شهیدی رو بعد از انقلاب یه بار دیگه دیدم در واشنگتن در منزل خواهرش، و حالا دوباره اون ترانه افسر شهیدی که خب 40 سال 44 سال از اون سالها گذشته، دوباره برای ما همون ترانه رو میخواند. بانویی که خیلی کم مدتی آواز خوانده باشه و اینطور در خاطره و دلهای ما جا داشته باشه. گوش میده. محمود با درود، دوباره محمود قراملکی آهنگو ساخته، مجتبی جان میرزاده رفیق عزیزم تنظیم کرد و پنجش رو اون ستارها مجتبی بود، و مسعود امینی عزیزم شعر رو گفت. با مسعودم 50 سال، ولی مجتبی خیلی زود رفت. چه شبهایی با هم، اصغر واقدی، احمد کسیلا، سپانلوی عزیز، تا بامدادان به پنجه او گوش میداد. چه ویالونی میزد، ستار و تار و قانون و سیمین هم قانون میزد. وای خدا چه روزگارانی بود. افسر شهیدی هم منو واقعا منقلب کرد، یاده اون سالها و اون ماهای بسیار تیره قلم شکستن
رفقامون رو گرفتن، کشتن، آدمایی رو که میشناختم. من روزی که پرویز نیکخواه رو کشتن اصلا روز تلخ تر، محمود جعفریان رو. انسان‌هایی که جز به ایران به چیزی نمی‌اندیشن. عاملی تهرانی در دادگاه گفت دیگر به من نیندیشید، به ایران بیندیشید. خب سعید عزیزم، برگردیم به گپ و گفتمان. من هم مثل تو دائم در این حالت، یعنی دائم برای اون لحظه‌ای که یه ملتی دچار جنون میشه، دچار جنون، خانه خودشو آتش میزنه و بعد میده دست آخوندا. دست خمینی یک جانور از قرون اصحاب، از غار اصحاب کهف اومده بیرون، در قرن 21 میخواد ایران رو ببره به خیمه 1400 سال پیش. و ما هنوزم تأسف دارید، اشاره به اون خانم کردی برای رئیسی چادر سرش میگه روسری. عزیز دلم، استاد دانشگاه به من زنگ میزنه از ایران، با من رفیق آشناست، زنگ میزنه یه ساعت منو نصیحت میکنه، علی جان سیدی تو فکر جد تو بکن، به امام زمان فکر. من چی بهش بگم؟ با این ملت چه کردن که خود ما میایم خاک بر سر خودمون میریزیم؟ تو کانادا هم میریم حسینیه، میریم تو لندن میرن قیمه میگیرن نماینده خامنه ای. شب هم من بارها اینو گفتم، میرن نظر میکنن که شمارهشون تو کازینو بیفته 17 بیاد. آخه من با این تضادها چی کار کنم، چی بگم؟ 40 سالم هست دارم میگم و مینویسم. این انجمن اسلامی و مسجد و اینا در کانادا در چه وضعه؟ متاسفانه باید بگم که در کانادا ما در ایران حداقل استانداردی هستن، استاندارد مدنی هستن، هیچ مشکلی نداریم. اما با اسلام خمینی و خامنه‌ای و اسلامیست آخوندی، همون فاشیست و نازیست مشکل داریم. من خصومت شخصی با کسی ندارم، اما اینقدر اذیت کردن که ماسک پنهان میزنن و خودشونو قایم میکنن. 2020 ترامپ قاسمو کشت، اومدم برم آمریکا در یکی از رسانه‌ها شرکت کنم، از 11:30 صبح تا 8:30 شب دیتین شدم، من و خانوادم، و به خاطر اینکه پاسپورت کانادایی دارم. اما چون متولد تهران هستم نذاشت تن بریم آمریکا. 126 نفر رو در مرز سیاتل نگه داشتند چندین ساعت، حتی اونهایی که پاس آمریکایی داشتن، آنهایی که متولد تهران بودن، بقیه میافتاد میومد. ما در کانادا با این فاشیست ها، با این اسلامیست ها مشکل داریم. آقای دکتر، اگر بخواییم سابقه ارتجاع سرخ و سیاه نباید تکرار بشه، 57 دیگه نباید تکرار بشه، بهترین راه اینه که خواست سرچ بکنید، مثل من مثلا آقای خسرو فربهر یا آقای وحید بهمن یا خود شما، ایرانی ها بیان سالی $1 یا ماهی $1 برای کسی که پرونده سیاسی سفید داره کمک بکنه. اون تفکر، اون کسی که میخواد ایران آینده رو بسازه، درست بسازه. شاهزاده رضا پهلوی، من سه بار در ژاپن افتخار دیدار ایشون رو داشتم، در کنارشون بودم،
ازشون یک سوال کردم، ایران آینده رو چطور میبینید؟ حرف ایشون متفق القول هنوزم پای حرفش وایساده. ایشون گفتن یک شهروند، یک شهروند مدنی اگر نباشه از دست من کاری بر نمیاد. من فقط میدونم میگم آقا مردم ما متمدنن، تروریست نیستن. اگر دور من رو خالی بکنن من چه کار میتونم بکنم؟ من یک 80 میلیون مال منه. آقا رأی من کسیه که بتونه این ایران سیاه را رو سفید کنه در جهان. چون شما بشید باد، من بشم یه شاگرد، چه من نباشم، ایران آینده باید آزاد بشه به دست افرادی که این کارن، کارنامه سفید تاریخی 30-40 ساله دارن، نه کمونیست و افراد دروغین و که خودشون امضا کننده مسجدای شیعه در ونکوور باشن بعد بیان رنگ عوض بکنن بگن ما سامانه نمیدونم نجات ایران داریم، سامانه پادشاهی داریم، از این دروغا بگن، مردم رو گول بزنن. قلب من رو به درد میاره، ناراحت میشم میبینم یه دک بی سواد اومدن یک چند تا برنامه گذاشتن که متاسفانه در سال مرگ مهسا امینی هم من بیمارستان بودم به خاطر اینکه باید آمپول بزنم برای خون ترمیم پیدا بکنه. ویدیوهایی رو در روز شنبه برای من در ونکوور فرستادن که اصلا کرد ها لور رقص لوری پانتومیم، از اون بر کمونیست ها، از این طرف سامان دروغین پادشاهی، اصلا درگیر بودن با هم دعوام میکردن. شب قبلش هم یه مسئله پیش اومد که اصلا قابل گفتن در رسانه ها نیست. کار به جایی که کشیم که وی پی دی ونکوور شبانه اومد محل قروق کرد که مبادا اتفاق کسی خونی از دماغ کسی بیاد. ما اینجور ملتیم، اومدیم در خارج از کشور که بدونیم آزاد میتونیم یک شهروند مدنی باشیم، بتونیم یک حرفمون رو به جایی برسونیم. نماینده حزب محافظه‌کار من نامه یا به زمانی که قبل از اینکه شاهزاده بیاد تورنتو دیدار بکنن با رؤسای حزب محافظه‌کار، من نامه ای رو بلند بارا به اینا فرستادم که آقا ما در کانادا امنیت نداریم. من 2009 تابو خوردم، همین امسال پارسال تابو خوردم، کتک هم زدن. دیروز هم وقتی دکتر داشتم، دیروز موقع برگشتن تعقیبم کردن که منو سربنیز کنن. پلیس چی کار میتونه بکنه؟ قتل های زنجیره در ونکوور، در تورنتو اتفاق افتاده. پلیس هم اومده میگه آقا نه، یا پولشوییه یا گنگ. بابا چرا ایرانی؟ اینا به دکتر خودشون رحم نکردن، تو پارکینگ خونش کشتنش. اینا اینجور آدم ها. بعد میگن آقا خصومت شخصی. من به شخص با هیچ کس خصومت شخصی ندارم، این تفکر منه. آقا من اگر من با تیری می جنگم تو در رو با خود من بجنگم. سعید جان، دکتر کی بود کشتنش تو پارکینگش؟ یه دکتر ایرانی در پارکینگ یک روح دیگه کشته شد. بعد گفتن خصومت
شخصی بوده. دکتری که آقایان این مسعود چیه گفته بودن که آقا بنویس ما سر این تظاهرات، ما نیاز به دارو داریم، اذیت روحی روان شده میشو، قبول نکرد. قبول نکردن. بعد آقای دکتر 4 نفر در نورت کشته شدن، 2 نفر در تورنتو کشته شدن که از مبارزین واقعی هم اصلا شما میشناسید، ولی چی شد به خبرها؟ یا پوشویه یا با گنگ، این ماسمالی پلیسه. سر قضیه تظاهرات ما هم خنده داره. یه نکته بگم، کانادا شما 2 تا نشریه داشتید، یکیش دوست عزیز من بیژن بینش بود، ایران استار، و روزنامه هایی داشتید که در اونجا محبوب بود، مردم می دیدن، خبرها منتقل می شد. شرایطی آوردن که هر 2 روزنامه بسته شد. خیلی برای من جالبه. مثلا بیژن تمام هفته به دنبال این بود مطلب جمع کنه، مقاله منم میذاش و مقاله های خیلی از نویسنده‌ها رو میذاش از داخل و خارج. ناچار شد تعطیل کرد، بهش آگهی نمیدادن، بهش این تجار 2 سر بار کن جلوی کار اینا رو گرفتن، نذاشتن. و من همیشه فکر میکنم خدایا یه جامعه مثل کانادا، ببین من یه چیزی بهت بگم، من اولین بار که اومدم در ونکوور دوستی منو شام دعوت کرد، رفتیم تو اون خیابونی که اینا بودن، من شاخ در آوردم دیدم 10 تا خونه است، پلم میخوره 3-4 تا خانوما نشستن پیژامه پاشونه و بعضی چادر تخمه میشکنن. اصلا شاخ در آوردم، گفتم آخه ونکوور، اینا به چینی ها نگاه میکردم، به مهاجرهای دیگه. بعد پرسیدم چی شد شما اومدین اینجا؟ گفتن ما در یه شهری، حالا اسمشو نمیارم، پای میوه ها کود میدادیم. یه شب نشستیم رادیو اسرائیل داشت راجع به مزایای مهاجرت به هر جا میگفت، ما هم 10 تا خانواده اومدیم ترکیه، دروغی داستان درست کردیم، 10 تایی اومدیم کانادا. اینجا هم الان صبح به صبح ماشین بهمون دادن، میریم کود و ور میداریم، میریم پای درخت ها میدیم، همون کاری که اونجا میکردیم، منتها اینجا $4,000 بهمون میدن، خونم خریدیم، بچه همون هم میفرسیم مدرسه. البته خانمانشون هم موهاشون رو بور کرده بود. گفتم خب شما انتظار از اینا نمیتونی داشته باشی بیان تو تظاهرات، ولی اون جوونایی که اومدن، به نظر من شماها وظیفه دارید این جوونا رو راهنمایی کنید، این بچه‌ها تو تله نیفتن. من تو لندن نگاه میکنم یه آقای اومده یه پرچم دستی، یه عکس رضا پهلوی تو سر بقیه هم میزنه، داد میزنه، فوش میده به چپی، فوش میده به ملی، فوش میده به کرد، فوش میده. بعد پرسیدم از یه نفر ایشون چی کار است، گفت آقا اومده اینجا پناهندگی بگیره. یعنی این عکس رضا پهلوی و پرچم برای پناهندگیه، نه برای نجات ایران. فردا هم گم میشه، میره یه زن انگلیسی میگیره، یه فیشن چیپس هم باز میکنه، تموم شد ایران دیگه، براش تموم شد. بعدش هم سالی 2 بار میره ایران، سالی 3 بار میره ایران، پدر و مادرشو میاره، برای اونا اقامت میگیره. یعنی کندن از وطنی که داره ناله میکنه فرزندانه به غربت رفته من، به دادم برسیم، من دارم زیر دست و پای آخون له میشم، من دارم خورد میشم. مهسا از گورش داره شما رو صدا میزنه. یه روزی هم زهرا کاظمی صدا زد، کسی صداشو نشنید. ندا آقا سلطان کسی در مورد صحبت نکرد. بله، تو صدای آمریکا، نه جمشید چالنگی داشت پخش میکرد فیلمو، از بالا دستور اومد پخش نکنیم، این ساختگیه، از بالا دستور اومد، چون آقای اوباما داشت با خامنه ای لاس میزد، با هم نامور
عاشقانه رد و بدل میکرد. اونو فرستادن دیگه. سعید جان ممنونم ازت، امیدوارم دفعه دیگه باهات صحبت میکنم سر حالتر باشی و همچنان استوار. درود بر تو که یه لحظه از صبرت کم نشد و همچنان مبارزه. اجازه بدید در خاتمه من ما و فردا تشکر کنم. قرار بود که آقای ریزر شعبه ونکوور دست ما باشه، شعبه کانادا نشد. اما واقعا میگم من با جان و دل برای ایرانم میمیرم، حاضرم جانم رو بدم. روح‌الله زم آدمی بود که 25,000 اسم و آدرس در مورد ونکوور برای من فرستاد قبل از اینکه اون اتفاق بیفته. زهرا کاظمی جانش رو به خاطر آزادی خواهی داد. ندا آقا سلطانی که تقریباً اونجوری کشته شد، من در روزنامه یومیوری ژاپن نوشتم با جزئیات صدای لانه جاسوسی در توکیو در اومد. این وزیر بی سواد خارجی ایران یه زمان سفیر بوده در ژاپن. اینم بهتون بگم این آقا بی سواد وزیر خارجی وزیر ژاپن ترورش کردن. بله. من با ایشون در یک مراسمی بودم. از من سوال آیا در ایران داریم با سواد؟ گفتم نه نه. شما با وزیر بی سواد چیکار میکنید؟ یه میمون را آوردن رئیس جمهورش کردن، قرار بود ماشین بده. اون یکی با کلیدش اومد، اون یکی هم که کنار خمینی بود، اون یکی هم که کلش رو سیلو آب کردن تو استخر. تمام وقتمون تمام شد. پوزش میخوام ازت، خدافزی میکنم و آرزو میکنم تو آدم امیدواری هستی، استوار، همچنان باش. آزادی ایران دور نیست. سپاس از شما و همکارتون. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق سعید صدر بدرود میکنم و تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.